پیروانو بفرمید. درود و وقت بخیر عزیزان و همراهان حماد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستم با مروری بر خبرهای یک هفته گذشته. روز یک شنبه 3 مرداد ما حکم زندانی سیاسی مهوادی حسین الوندکوهی از 10 سال و 1 روز به 7 سال و 1 روز کاهش داد. نیروهای امنیتی شهروند بوکانه را به اسم حسین احمدی در محل کارش دستگیر و به مکانی نامعلوم انتقال دادند. وضعیت جسمی دو زندانی سیاسی اهل مریوان به اسم سالار و ابراهیم صدیق همدانی که پدر و پسر هستند در زندان سلماس و مریوان به سر میبرند. بعد از 2 هفته اعتصاب قضا در شرایط بدی به سر میبرند و هیچ خبری از وضعیت این زندانیان عزیز در دسترس نیست. روز سه‌شنبه که شهریور یک کولبر اهل سردشت به اسم آراس محمد بود بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در مرز بانم زخمی شد. به گفته شاهدان عینی وضعیت آراس به دلیل جراحات زیاد به بیمارستان سنندج انتقال یافت. و همچنان در روز سه‌شنبه نوجوان 16 ساله کولبر به اسم فرشاد خالدی اهل پاوه و با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در مرز نوسود زخمی شد. در روز دوشنبه هفته گذشته یک شهروند اهل شنو بازداشت شد. بلا تکلیفی امید شاه محمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاو محمدزاده عضو انجمن صنفی معلمان سنندج و دیواندره بعد از 70 روز از دستگیر شدنشون هنوز بلا تکلیف هستن و یک ماهی هست که با خانواده هاشون هیچ تماسی نداشتن. در روز جمعه 4 شهریور یک کولبر به اسم ریوار رشیدی فرزند ابوبکر اهل یکی از روستاهای بانه بر اثر شلیک نظامیان حکومتی کشته شد. 2 برادر کاسبکار اهل پیرانشهر با نامهای کریم ابوبکری 36 ساله و اسماعیل ابوبکری 29 ساله در روز چهارشنبه 2 شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. درود و وقت بخیر آقای بدیع بابت وقتی که به من دادی. امیدوارم که همه ملت ایران، همه عزیزانی که چه در داخل چه در خارج هستن اتحاد داشته باشن و با اتحاد ما رمز پیروزی ما و هر چه زودتر به این همه ظلم و زور پایان بدهیم. ملت ایرانی را ما نه تنها برای زندانیانی که در زندان هستن، برای ملت عزیزی، ملت بزرگی که در زندانی بزرگ به اسم ایران هستن مبارزه کنیم و آزاد کنیم. ممنون بابت وقتی که به من دادید.